بالاخره کار خودتو کردی نه؟ این طلویی اصلا چی کار است؟ تشه خیریه داره دیگه. خودتون رو برای کی دارین خرج میکنه؟ برای زن صیغه ریزآبادی؟ سلام رفقای جان، اومدم با قسمت 4 زخم کاری. یکم دیر اومدم ولی خب خوش اومدم، شما هم خوش اومدید. این قسمت بیشتر از اینکه خود قصه بیننده رو درگیر خودش کنه، حواشی دور و برش می‌کنه. اولین گیر و واگیری که میخوام بهش بدم ماجرای هک میثم. ببینید، گوز باغ نیست کسی رو هک کنه. تمام هکرای دنیا بشین پای حرفشون، یه حرف مشترک بهتون میزنه، اونم اینه که قربانی باید خودش پا بده، یعنی خودش سوتی بده تا تروجان وارد گوشیش بشه و اطلاعات رو از گوشی قربانی به هکر انتقال بده. اینجوری نیست که پشت لپتاپ بشینی همینجوری پیامک رو بخونی، اونم آیفون که ویروس از بغلش رد میشه شرف برات نمیذاره اونقدر گیر. حالا هک کردید دست منسن، ولی یه عامل یا یه ترفند این کار رو بگید، مثلا دلیل هک شدنش رو اشاره کنید، نه اینجوری که هر چیزی که کارگردان دلش خواست از قید و با معجزات الهی اتفاق بید. حالا از این میکشیم بیرون فعلا تا بعدا یه سطل قهوه‌ای بیارم برش. تبلیغات محرک یه فیلم یا سریاله، ولی اینکه اون محصول رو بکنید تو چشامون، اونم به کرات، دیگه داره اذیت کننده میشه دیگه. اون وقت تبلیغ نیست، تو این به شعور مخاطبه. تا وقتی برندهای معتبر نایک و آدیداس هست، چرا باید دوتا آدم مولتی میلیاردر مثل طلویی و املشی از برندهای ایرانی جامع و مجید استفاده کنن؟ اصلا کدوم آدم پولداری رو دیدید که این برندهای دست چندم رو بپوشه؟ متاسفانه فصل دوم زخم کاری محلی برای کاسبی، بیزنس و چابیدن ملت بینوا شد. فیلمو علاوه بر پول اشتراکی که از مردم میگیره، از تبلیغات درون سریالی هم بسیار استفاده کرده. از چیپس مزمز گرفته تا روغن لادن و نوشابه انرژیزا و عطر و برندهای لباس جامع و مجید. در قسمت‌های آینده باز با محصولات جدید آشنا میشیم. این تازه اول کار. طبق یه خبر موثق، تهیه کننده از یکی از رستورانهای بابل مبلغ 200 میلیون تومان گرفته تا این مکان رو در سریال نشون بده. مهدویان کارگردان سریال هم از خداشه و چراغ سبز نشون داده. اینجوری که پیش میره پول تو همین مسخره بازی است. کاش حداقل با این پول هنگفتی که به جیب میزنن کمی هم رو کیفیت سریال وقت میذاشتن. ما شاهد این حجم از بازیهای بد، دیالوگای آبکی و بی‌قصه بودن نبود. من دلم پر بود، دیدم کلی چنل میان فقط تعریف و تمجید میکنن. راستش رو بخوای یکم داش بهم بر. امیدوارم که سریالای ایرانی خیلی قوی‌تر بشه. تقریبا میشه پوست شیر لول سریال سازی ایران رو تغییر داد و هر کی پایین تر از اون سطح قرار بگیره طبیعتاً باید. ممنون که تو اینجای کار با من بودی. مثل همیشه دمت گرم، با کامنت و لایکت به من انرژی بده. اگه سابسکرایب نکردی حتما این کارو بکن و زنگ بزن. تا بعد، خدا نگهدار.